24 ذی‌الحجه روز مباهله نام گرفته است. در این روز که روز نزول آیه تطهیر نیز هست، خداوند بر ارزش‌ها و فضیلت‌های اهل بیت علیهم السلام و جایگاه راستین آنان در درک و شناخت اسلام راستین مهر تاییدی دیگر زد. روایات فراوانی در منابع معروف و دست اول اهل سنت و منابع اهل بیت علیهم السلام آمده است که با صراحت می‌گوید آیه مباهله درباره حضرت علی علیه السلام، حضرت فاطمه سلام الله علیها، امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام نازل شده است. رویداد مباهله از رویدادهای صدر اسلام است. هنگامی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام در یک سو و مسیحیان نجران در دیگر سو آماده مباهله یا نفرین طرف دروغگو شدند. مسیحیان نجران که به مدینه آمده بودند تا در مورد درستی دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله پژوهش کنند، با او به محاجه دلیل آوردن پرداخته، سرانجام بحثشان به جایی کشید که حضرت محمد صلی الله علیه و آله خواست تا با آنها مباهله کند. هر یک از دو طرف با افراد خود به محل مباهله رفتند. مسیحیان وقتی دیدند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با عزیزترین کسانش یعنی حضرت علی علیه السلام، حضرت فاطمه سلام الله علیها، امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام می‌خواهد آنها را به چالش بکشد، مطمئن شدند که حضرت محمد صلی الله علیه و آله اگر به خودش مطمئن نبود جان خانواده‌اش را به خطر نمی‌انداخت. پس از مباهله کناره گرفتند. سومین دوره مسابقه بین المللی تلاوت و حفظ قرآن کریم، جایزه کربلا، ویژه عتبات مقدسه و زیارتگاه ها و مسجد جامعه ها در جهان اسلام در صحن مطهر حسینی در حال برگزاری است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از پایگاه خبری آستان مقدس حسینی، بخش دارالقرآن آستان مقدس امام حسین علیه السلام، سومین دوره مسابقه بین المللی تلاوت و حفظ قرآن کریم، جایزه کربلا، ویژه عتبات مقدسه و زیارتگاه ها و مساجد جامع در جهان اسلام را در صحن حسینی از 9 تیر 1403 آغاز کرد. کرار الشمری مسئول شعبه رسانه قرآنی گفت در این مسابقه بین المللی 61 حافظ و قاری از 23 کشور عربی و خارجی برای رقابت در مسابقه بین المللی جایزه کربلا شرکت کردند. خبری از اوضاع شیعیان در هند. جمعی از شیعیان هند نامه‌ای به نارندرا مودی نخست وزیر هند نوشته و از او خواستند که ترتیبات مناسبی را برای مراسم محرم آینده تضمین کند. گفتنی است شیعیان در نامه خود به مودی به مشکلات جامعه شیعیان در ایام محرم نیز اشاره کردند. آنها همچنین از نخست وزیر خواستند تا ترتیبات امنیتی در مسیرهای تعیین شده برای حرکت هیئت‌های عزاداری را فراهم کند. در آستانه ماه محرم در پاکستان و نگرانی دولت نسبت به هر گونه وقوع حملات تروریستی علیه آیین‌های عزاداری شیعیان، ارتش پاکستان مأمور شد تا نیروهای خود را در کنار سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در شهرهای مختلف مستقر کند. در همین راستا بلال صدیق کامیانی رئیس پلیس پاکستان طی اظهاراتی گفت تیم‌های پلیس در آماده باش هستند و وظایف امنیتی را با هوشیاری لازم انجام می‌دهند. وی در ادامه افزود پرسنل پلیس به علاوه تک تیراندازها در مکانهای مهم در کلان شهر لاهور مستقر شدند و تیم‌های پلیس در آماده باش هستند و وظایف امنیتی را با هوشیاری لازم انجام می‌دهند.
سرلشکر جیبول وول جنرال فرمانده نیروی مشترک در اظهاراتی به اسوشیتد پرس گفت داعش همچنان یک تهدید برای امنیت بین المللی است. گفتنی سهستاهای پنهان گروه سنی های تندروی داعش در سوریه و عراق همچنان به نیروهای دولتی و جنگجویان سوریه مورد حمایت آمریکا حمله می کند. این گروه سنی های تندرو همچنان به عضوگیری و انجام حملات مرگبار در سطح جهانی از جمله عملیات اخیر در ایران و روسیه که ده ها کشته بر جای گذاشت ادامه می دهد. و خبری از افغانستان. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اظهار داشت 63 نفر در حوادث امنیتی در افغانستان طی ماه گذشته کشته شدند. این سازمان حداقل 33 حادثه امنیتی را در ماه ژوئن ثبت کرده که این علارغم ادعای طالبان مبنی بر تأمین امنیت در کشور می باشد. گفتنی است این حوادث تروریستی به جبهه مقاومت، جبهه آزادی و سایر گروه‌ها نسبت داده شده است. در این گزارش توضیح داده شده که جبهه مقاومت 21 مورد حمله، جبهه آزادی 8 مورد و 4 حمله دیگر توسط گروه‌های ناشناس انجام شده است. به دلیل تأخیر در اعلام نتیجه آزمون استخدامی، آموزگاران سال 1402 بدون آموزش وارد کلاس شدند. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از کمبود دست کم 176 هزار معلم در مدارس ایران خبر داد و گفت تا شهریور سال جاری 72 هزار معلم دیگر نیز در ایران بازنشسته خواهند شد. وی همچنین گفت که سرانه متوسط فضای آموزشی در ایران تنها 5.28 متر مربع است، در حالی که سرانه استاندارد فضای آموزشی باید 8.5 متر مربع باشد. و البته تأکید کرد که در 11 استان ایران متوسط فضای آموزشی کمتر از متوسط سرانه فضای آموزشی در کل کشور است. و اما خبر پایانی امشب. دکتر آنا ریسردورف میگوید اگر به بیماری های مانند دیابت، فشار خون بالا و نارسایی کلیه دچارید، حتی یک بار مصرف غذاهای فوری در هفته به دلیل سدیم و قند موجود در آنها برایتان مناسب نیست. او تاکید کرد اگر به بیماری های مانند دیابت، فشار خون بالا و نارسایی کلیه دچارید، حتی یک بار مصرف غذاهای فوری در هفته به دلیل سدیم و قند موجود در آنها برایتان مناسب نمی باشد. سزار سوزا، متخصص تغذیه، هم می گوید که خوردن یک وعده غذایی فوری در هفته، مادامی که افراد رژیم غذایی غنی و متعادلی دارند، پیامدهای کمتری دارد.